دست از تغییر دادن خودتون بردارید راستش نمیتونید خودتون رو تغییر بدید پس حتی سعیم نکنید که این کار رو انجام بدید میدونم این حرف دقیقا برخلاف سمینارای خودیاری و تبلیغات تلویزیونیه اما بلش کنید اونا اشتباه میکنن شما نمیتونید تغییر کنید مثل آدمی تشنه که تو بیابون به دنبال سرابه اونجا هیچ چیزی وجود نداره پس از دنبال کردنش دست بردارید و به جاش یه کار دیگه بکنید. حالا چرا نمیتونید خودتون رو تغییر بدید؟ چون ایده کلی تغییر ساختاری قراردادی داره. چیزیه که خودتون به وجود آوردید تا باعث بشه احساس خوبی داشته باشید. در اصل شما همیشه دارید تغییر میکنید و هیچ وقت هم تغییر نمی کنید و این تنها به نگرش شما بستگی داره. چیزی که شما اون رو تغییر بدونید یا ندونید فقط یه خط خیالیه که تو سرتون کشیده شده. میتونم تصمیم بگیرم که تغییر دادن خودم یعنی داشتن یک میلیارد دلار. پس میشینم و خودخوری میکنم که نمیتونم در طول زندگیم تغییر کنم. بنابراین این تعریف کارآمدی از تغییر نیست. یا میتونم تصمیم بگیرم که تغییر دادن خودم یعنی نریختن سس کچاپ روی سیب زمینی‌های سرخ کردم. اگه تغییر این باشه پس خیلی آسون و مسخر است. اما آیا تعریف من از تغییر اهمیتی داره؟ در واقع نه. تغییر چیست؟ وقتی آدما کنار متخصص روانکاو یا همسرای سابقشون میشینن و ناله میکنن که بالاخره قرار تغییر کنن فقط وعده یه چیزی خیالی و غیر واقعی رو میدن اگه قبلا دروغ میگفتن و حالا از دروغ گفتن دست کشیدن واقعا تغییر کردن؟ آیا اونها برای همیشه و به طور غیرقابل بازگشت درست شدن؟ دیگه دروغ نمیگن؟ و حتی اگه دیگه دروغ نگن اهمیتی داره؟ ما نمیدونیم تغییر چیه چون نمیدونیم خودمون چی هستیم دقت کنید ما نمیدونیم تغییر چیه چون نمیدونیم خودمون چی هستیم اگه فردا بیدار بشم و خلاف تمام کارهای امروزم رو انجام بدم آیا تغییری کردم؟ یا همون آدم قبلی هم که تصمیم گرفته کارا رو طور دیگه ای انجام بده و مهمتر از این اصلا کی اهمیت میده؟ من که اهمیت نمیدم شما هم نباید اهمیت بدید مشکل استفاده از کلمه تغییر اینجاست که هویتتون رو هم شامل میشه زمانی که هویتتونم وارد ماجرا میشه از نظر احساسی به چیزای خیالی وابسته میشید از کوره در میرید و خودخوری میکنید و دیگران رو مقصر میدونید و به این نتیجه میرسید که موجودی بی ارزشید و در این دنیا امیدی به شما نیست میشه گفت میخوام شروع کنم هر هفته برم باشگاه یا میشه گفت بالاخره وقتش رسیده که تغییر کنم و آدمی بشم که هر هفته میره باشگاه جمله اول ساده است شما میخواید برید باشگاه پس میرید یا نمیرید. جمله دوم این مفهوم رو در خودش داره که شما برای رفتن به باشگاه باید در خودتون یه تغییر اساسی ایجاد کنید و این جمله به شدت احساسات رو برمیانگیزه. اگه موفق بشید که نمیشید از اینکه آدم جدیدی شدید احساس سعادتمندی میکنید و این احساس تا زمانی باقی میمونه که دوباره احساس بیچارگی کنید و بخواید تغییر کنید. اگر هم شکست بخورید که خودتون رو به دلیل تنبلی بیپایان سرزنش میکنید و اشکال درگیر کردن هویت همین جاست اگه زمانی که در انجام کاری شکست بخورید فکر کنید شاید دارم خودم رو مسخره میکنم شاید آدم باشگاه بروی نباشم شاید این مدلی نیستم پس چرا علکی تلاش کنم چون تصمیم گرفتید این کارهای قراردادی نشانگر کلیت شخصیتتون باشن اینکه نتونستید از جا بلند بشید و شلوار ورزشی بپوشید رو در حکم ارزش خودتون به عنوان یک انسان میبینید از خودتون متنفر میشید و انگیزتون برای تغییر یا انجام هر کار دیگه ای تو آینده رو از دست میدید از طرف دیگه اگه موفق بشید یه فرار لحظه ای از خودتون رو تجربه می کنید. اما خیلی زود این احساس از بین میره و باید برای خودتون تعریف جدیدی از تغییر وضع کنید تا اون رو پی بگیرید. بعد به تغییرات شخصی اعتیاط پیدا می کنید. یه راهنمایی حرفه چیزی به اسم آدم باشگاه برو وجود نداره بلکه فقط افرادی هستند که به باشگاه میرن همینطور چیزی به عنوان فرد مؤثر وجود نداره فقط افرادی هستند که اغلب کارهای تاثیرگذار انجام میدن چیزی به عنوان فرد دوست داشتنی وجود نداره فقط آدمایی هستند که خودخواه و زننده نیستن همیشه همه چیز درباره شما نیست در واقع به ندرت چیزی درباره شماست تو کتاب هنر رندانه به صورت مختصر درباره اهمیت حفظ هویت نوشتم چون زمانی که هویتمون رو درگیر مسائل میکنیم زمانی که تصمیم میگیریم رفتارهای خاص یا اتفاقات نشانگر ارزشهای انسانی ما باشن همه چیز از لحاظ احساسی آشفته میشه و زمانی که آشفتگی احساسی به وجود بیاد مثل ابله ها رفتار میکنیم در عوض به زندگیتون صرفاً به صورت سلسله‌ای طولانی از اقدامات و تصمیمات نگاه کنید. اگه شما مثل اکثر مردم باشید، خیلی از این تصمیمات و اقدامات کمتر از حد مطلوبن. وقتی اکثر ما میگیم میخوایم تغییر کنیم، به این معناست که میخوایم اقدامات و تصمیماتی مطلوب تر داشته باشیم. سالها از صبحها متنفر بودم، تقریبا تو تمام زندگیم دیر از خواب بیدار شدم. این موضوع باعث شد تو زندگیم وضعیتی افتضاح پیش بیاد. به هیچ کدوم از کارام نمی رسیدم. پس مجبور بودم تا نصف شب بیدار بمونم و کار کنم و روز بعد خسته و آشفته بودم. پس شب بعد رو مجبور بودم بیشتر بیدار بمونم که به کارام برسم. پایان هفته کاملا از پاتر اومده بودم. برای فرار از این وضع بیرون میرفتم و به طور افراطی خوشگذرونی میکردم و مهمونی میرفتم چیزی که فقط باعث می شد هفته بعد افتضاحتر تر بگذره. با این حال به نوعی تونستم شغلی دست و پا کنم <applause> نپرسید چطوری راستش با یه کامیون کافئین که منو بیدار نگه داره اما به جای توجه به عملکرد خوبم با وجود عادتهای بدی که داشتم این موضوع رو شخصی کردم و اون رو بخشی از چیزی که هستم پنداشتم به این نتیجه رسیدم که این بخشی از هویت منه با خودم گفتم خب من یک کله خرم گور پدر صبح بیدار شدن لعنت به خوابیدن به این مزخرفات نیازی ندارم مامان ببین منو من میتونم تمام شب کار کنم وقتی بیست و دو اید این کار شدنیه اما وقتی سی و دو سالتونه نه چندان تو دهی چهارم زندگیم انجام کار مؤثر برام سخت شده بود ولی به جای توجه به عادتهای بد به خودم میگفتم خب من آدم سرخیزی نیستم من اهل انجام کارهای روزمره صبحگاهی نیستم نپذیرفتن این موضوع برای من به منزله تسلیم شدن قبل از شروع بود زمانهایی که سعی می کردم زود بیدار بشم یا ورزش کنم یا ای سالم بخورم با خودم کلنجار میرفتم و فورا به خودم میگفتم میبینی من واسه این کارهای صبحگاهی ساخته نشدم سرانجام باید بر خودم غلبه میکردم باید به این نتیجه می رسیدم که من نمی دونم چه کسی هستم یا چه کار می کنم. می طبق اسناد تاریخی و به طور علمی و بر اساس حکایات و کلا هر کسی که احمق نیست صبح زود بیدار شدن و آغاز کردن روز با کارهای روزمره ساده و خوب روشی سالم و مؤثر برای زندگی هر کسیه. پس منم همین کارو کردم. هویتم رو از این جدا کردم و صرفا این کار رو انجام دادم چون کار خوبیه حالا سهرخیزم معمولا مدیتیشن میکنم و سبزیجات و غذای سالم میخورم در اولین فرصت ممکنم شروع میکنم به نوشتن آیا این باعث شده فرد سهرخیزی باشم؟ آیا از من آدمی مفید ساخته؟ کی میدونه؟ اصلا کی اهمیت میده؟ من که اهمیت نمیدم با اهمیت ندادن بود که این کار برای من ممکن شد وجود خودتون رو از تصمیماتتون جدا کنید چون اونا اغلب مربوط به شما نیستن فقط به راحتی از خودتون بپرسید انجام دادن این کار خوبه بله پس برید انجامش بدید در انجام اون شکست خوردید هنوز وقت برای انجام دادنش هست بله پس دوباره انجامش بدید اگه تو هر مقطعی متوجه شدید به اندازه که فکر می کردید خوب نیست پس دیگه انجامش ندید و سلام اعمالتان را تغییر دهید نه خودتان را اکثر ماها حس می کنیم تو عادتهای خاصی گیر کردیم در واقع علت این گیر افتادن اینه که از نظر احساسی غرق در رفتارهای ناسالم شدیم آدمای سیگاری فقط سیگار نمیکشند اونا هویت کاملی رو حول سیگار کشیدن شکل میدن این امر زندگی اجتماعی، عادتها، خرد و خوراک، خواب و دیدگاهشون نسبت به خودشون و دیگران رو تحت شعا قرار میده اونا پیش دوستا و خانواده به یک آدم سیگاری تبدیل میشن اونا با سیگار خودشون ارتباط عاطفی برقرار میکنن همونطور که من و شما مثلا با حیوان خونگی یا اسب بازی محبوبمون ارتباط عاطفی برقرار میکنیم و وقتی تصمیم میگیرن خودشون رو تغییر بدن و سیگار کشیدن رو ترک کنن در اصل سعی میکنن کلیت هویتشون رو تغییر بدن تمام روابط، عادتها، پنداشتهایی که با انجام دادن فقط یک کار تیه چند سال به وجود اومدن تعجبی نداره که شکست میخورن. فن ترک سیگار یا تغییر هر عادتی پذیرش این موضوع که هویت شما یعنی چارچوب ذهنی که تو مغزتون به عنوان من بهش برچسب میزنید در حقیقت وجود نداره. این یه موضوع قراردادیه. فقط یه جور نماست. بنا به خواست شما برافراشته میشه و فرو میپاشه. شما آدم سیگاریه نیستید شما کسی هستید که انتخاب میکنه سیگار بکشه شما آدم شب زنده داره نیستید بلکه فردی هستید که انتخاب میکنه در طول شب فعال باشه و در طول روز بخوابه شما فرد ناکارآمدی نیستید بلکه فردی هستید که تصمیم گرفته اون کارهایی بکنی که مفید نیستن شما منفور نیستید فردی هستید که در حال حاضر حس میکنه بهش توجه نمیشه و تغییر اینها به آسونی تغییر اعمال خودتونه هر بار فقط یک عمل برچسب زدن رو رها کنید پاسخگویی اجتماعی رو فراموش کنید حتی تحقیقات نشون میدن اشتراک اهداف با دیگران اغلب میتونه نتیجه معکوس بده کسی یا چیزی رو که هستید فراموش کنید چیزی رو که پاپ درباره شما فکر میکنه فراموش کنید چون پاپ درباره شما فکر نمیکنه اکثر ما هم این کارو نمی کنیم. شما هم این کارو نکنید هویتتون همون چیزیه که شما از نظر احساسی بهش متصلید سرابیه تو بیابون و سریعترین راه برای تغییر خودتون اینه که بپذیرید اصلا خود واقعی شما برای تغییر دادن وجود نداره